آموزش زبان انگلیسی پایه 11 افعال بیقاعده irregular verbs افعال بیقاعده. درود بیکران بر شما نازنینان، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. بنده ابوذر حسنوند عموزاده هستم، دبیر زبان انگلیسی. پشتکار داشته باشید، امیدوار باشید و هوشمندانه کار کنید. مبحثی که در این ویدیو بهش پرداختیم مبحث مربوط به irregular verbs افعال بیقاعده است. دقت کنید دوستان، در انتهای کتابتون صفحه 108 به بعد یک سری افعال اومده. این افعال رو باید به صورت کامل حفظ کنید که خیلی کاربردی است و بهتون کمک میکنه. base form شکل اول یا شکل ساده یا شکل پایه فعل، past simple شکل دوم یا گذشته ساده و past participle شکل سوم یا اسم مفعول. دوستان دقت کنید که ما ترجمه فارسی قسمت اول رو میدیم، میگیم برای قسمت دوم مثلا به عنوان مثال ترجمه اولی میشه be به معنی بودن، برای قسمت دومش میشه بود، نون رو ور میدارید، برای قسمت سوم ترجمهش میشه بوده، یه ه به ترجمه گذشته اضافه میکنید و میشه ترجمه قسمت سوم. دیگه ما فقط ترجمه قسمت اول رو میگیم. بی بودن، was were بود، been بوده. با همین روال بقیه کلمات رو هم ترجمه میکنید. become به معنی شدن. دقت کنید دوستان، تلفظ become روی سی قرار میگیره. became شدن. begin به معنی شروع کردن. باز هم استرس روی جی قرار میگیره. begin. bitten bite به معنی نیش زدن، گاز گرفتن. bleed به معنی خون ریزی کردن. دوستان base form یا شکل اول یا شکل ساده رو بنده چند بار تلفظ میکنم، حتما پس از شنیدن صدای بنده شما هم تکرار کنید. bleed خون ریزی کردن. blow به معنی وزیدن، دمیدن. break به معنی شکستن، خرد کردن. bring به معنی آوردن. broadcast هر سه تا شکلش یه حالته. broadcast پخش کردن. build به معنی ساختن، بنا کردن، درست کردن. burn به معنی سوختن، سوزاندن. دوستان توجه کنید، burn هم ایدی میگیره و هم به صورت burnt نوشته میشه. حالا چند تا فعل دیگه هم هستن اینجا رو مثلا ببینید. dreamt اینجا هم هست. حالا افعال دیگه ای هم هستن که در جای خودش توضیح میدیم. burn سوختن، سوزاندن. پس هم ایدی میگیره آخرش، هم تی میگیره، هر دو تا شکلش هم درسته. buy به معنی خریدن. catch به معنی گرفتن، دستگیر کردن. choose به معنی انتخاب کردن. come به معنی آمدن. cost هر سه تا شکلش یه فرم داره. cost به معنی قیمت داشتن، ارزیدن، ارزش داشتن. cut هم شکل اول، شکل دوم و شکل سومش میشه cut. cut به معنی بریدن. do یا does به معنی انجام دادن. draw به معنی کشیدن، رسم کردن. dream خواب دیدن، رؤیا دیدن. دقت کنید دوستان، dream هم ایدی میگیره، هم تی، یعنی هم شکل، دو تا شکل داره دیگه، شکل
اول شکل دوم، حالا شکل اول، شکل دوم، شکل سوم. شکل دوم و سومش خودش دو تا صورت نوشتاری داره. drive drove driven drive به معنی راندن، رانندگی کردن. drink drank drunk drink به معنی آشامیدن، نوشیدن. eat ate eaten eat به معنی خوردن. fall fell fallen fall به معنی افتادن، زمین خوردن، سقوط کردن. feed fed fed feed به معنی غذا دادن به. feel felt felt feel به معنی احساس کردن. fight fought fought fight جنگیدن، جنگ کردن. find found found find به معنی پیدا کردن. یه نکته هست اینجا بگم خدمتون دوستان، ببینید find گذشته و اسم مفعولش میشه found و found، یعنی گذشته و اسم مفعولش میشه found. ما یه فعل داریم اینجا find به معنی پیدا کردن، یافتن هست. یه فعل داریم found با همین املا، found به معنی تأسیس کردن، بنا نهادن. اونجا found فعل باقاعده است و گذشته به اسم مفعولش ایدی میگیره، found میشه founded. پس این دو مورد رو با هم اشتباه نگیرید، گذشته find میشه found، found خود found یه فعل به معنی تأسیس کردن، بنا نهادن که گذشته به اسم مفعولش ایدی میگیره. fly flew flown fly پرواز کردن. forget forgot forgotten forget فراموش کردن. دوستان توجه کنید اینجا استرس کلمه روی جی میفته، forget نگید forget، forget نه forget، forget. وقتی استرس روی بخش دیگه میفته اون کلمه از for تبدیل میشه به ف. مثلا forgive forgive forgave forgiven forgive به معنی بخشیدن. forgive and forget ببخش و بیامرز، ببخش و فراموش کن، از یادت ببر. صفحه 109 کتاب، شکل اول یا ساده، شکل دوم یا گذشته، شکل سوم یا اسم مفعول. base form past simple past participle. freeze froze frozen freeze منجمد کردن، مسدود کردن، یخ زدن. get got gotten get به دست آوردن، فهمیدن. give gave given give دادن. go went gone go رفتن. grow grew grown grow رشد کردن، بزرگ شدن. hang hung hung hang آویزان کردن. hear heard heard hear شنیدن. دقت کنید دوستان اینجا heard تلفظش با hear فرق میکنه، hear heard heard. hide hid hidden hide پنهان کردن، پنهان شدن. در کامپیوتر ما داریم دیگه hidden files یعنی پوشه هایی که مخفی شدن. hide پنهان کردن، مخفی کردن، پنهان شدن. hit 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 هر سه تا شکلش یکیه. hit زدن، ضربه زدن. hold held held hold نگه داشتن. hurt 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 هر سه تا شکلش یه صورت داره. hurt به معنی آسیب زدن به. keep kept kept keep نگه داشتن، حفظ کردن. no new known no دانستن، شناختن. learn learnt learnt ببینید learn شکل دوم و شکل سومش هم ایدی میگیره هم تی به معنی یاد گرفتن. leave left left leave ترک کردن، محول کردن. lend lent lent قرض دادن. let 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 هر سه تا شکلش یه صورت، let به معنی اجازه دادن. lie lay lane گم کردن، از دست دادن. lie یعنی دروغ گفتن، lie دروغ گفتن. lay lane lose یعنی باختن، گم کردن، از دست دادن. lost make به معنی ساختن، درست کردن. mean meant معنی دادن، منظور داشتن. meet به معنی ملاقات کردن. pay به معنی پرداختن، پرداخت کردن. put هر سه تا شکلش یکیه. put یعنی گذاشتن، قرار دادن. quit هر سه تا شکلش یکیه. quit به معنی ترک کردن.
دست کشیدن. Read, 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 read به معنی خواندن. دوستان دقت کنید که اینجا گذشته به اسم مفعول read تلفظش میشه read. R-E-D دقیقا مثل تلفظ read به معنی قرمز. Ride, road, ridden, ride به معنی سوار شدن، راندن. Ring, rang, wrong, ring به معنی زنگ زدن، تلفن کردن. Rise, rose, risen برخواستن، بلند شدن. Run, 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 run دویدن. Say, said, said, say به معنی گفتن، گذشته به اسم مفعولش said میشه. Say, said, said نه say, said. دوستان عزیزی که تا اینجای ویدیو رو دیدید، جاتون اینجاست، ازتون درخواست میکنم که با زدن دکمه لایک به ما در رشد و انتشار ویدیوهایی از این قبیل کمک کنید. ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. مشترک کانال ما بشید. در سایر شبکه‌های اجتماعی هم کانال‌های بنده رو حمایت کنید. خیلی خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. شکل اول یا ساده base form، شکل دوم یا گذشته past simple، شکل سوم یا اسم مفعول past participle. see saw seen، see به معنی دیدن. seek sought sought، seek جستجو کردن. sell sold sold، sell به معنی فروختن. صفحه 110 کتاب زبان انگلیسی پایه 11 هم هستیم. بحث مربوط به افعال بی‌قاعده irregular verbs. send sent sent، send فرستادن، ارسال کردن. set set set، هر سه تا شکلش یه صورت داره. set به معنی تنظیم کردن. shoot shot shot، shoot تیراندازی کردن، کشتن. show showed showed یا shown به معنی نشان دادن. اینجا هم ببینید ایدی گرفته، شکل سومش هم ایدی گرفته، هم میشه showed. shot 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 یه شکل داره به معنی بستن، بسته شدن. sing sang song، sing به معنی آواز خواندن. sink sank song به معنی غرق شدن، فرو رفتن. sit sat sat، sit به معنی نشستن. sleep slept slept، sleep یعنی خوابیدن. speak spoke spoken، speak یعنی صحبت کردن. spend spent spent به معنی گذراندن، خرج کردن. دوستان توجه کنید که تلفظ کلماتی که با اس شروع میشن نگید اس، مثلا speak spend spend، اس رو ساکندار تلفظ کنید. stand stood stood، stand ایستادن. steal stole stolen، steal یعنی دزدیدن. swim swam swam، swim شنا کردن. swing swung swung، نوسان داشتن، تاب خوردن. take took taken، take بردن، گرفتن. teach taught taught، teach به معنی درس دادن، تدریس کردن، یاد دادن. tell told told، tell به معنی گفتن. think thought thought، think به معنی فکر کردن، اندیشیدن. throw through thrown، throw به معنی انداختن. understand understood understood، understand به معنی فهمیدن، درک کردن. wake woke woken، wake به معنی بیدار شدن. win won won، win به معنی بردن، برنده شدن. write wrote written، write نوشتن. write wrote تلفظ اسم مفعولش میشه written. write wrote written نوشتن. پایان صفحه 110، صفحه 111 و پایان کتاب. هر جا هستید زندگیتون پر از آرامش باشه. یادتون باشه شما به چیزی تبدیل میشید که بیشتر اوقات بهش فکر میکنید و تا موفقیت فقط و فقط یک تصمیم فاصله است. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون. ارادتمند و دوستدار همیشگی شما، ابوذر حسنوند عموزاده. Have a nice time and be glad.